Dela rabu jeyin be delanu kent. Bağda zaman ruhu صوفی ایدری وجودی، آخرین شاعر متصوف و کلاسیک افغانستان. سلام دوستان عزیز، وقت بخیر. به یکی از ویدیوهای جدید کانال الیت میدیا خوش آمدید. با زندگی، کارکرد و فعالیت‌های نجم العرفا، صوفی واراسته، شاعر نام آور و پیر خردمند صوفی ایدری وجودی، آخرین شاعر متصوف و کلاسیک افغانستان آشنا شده و امیدوارم تا آخر این ویدیو ما را همراهی نمایید. غلام ایدر متخلص به ایدری وجودی، فرزند مولانا شفیع الله، یکی از شاعران و صوفی های بزرگ افغانستان، در سال 1318 خورشیدی در یکی از دهکده های ولایت پنجشیر دیده به جهان هستی گشود. ایدری وجودی تحصیلات رسمیش تا صنف ششم هست. الفبای قرآن کریم، پنج کتاب، گلستان و بوستان سدی، دیوان حافظ و دیگر کتاب های فارسی را از آموزگاران همان روزگار فرا گرفت. وی در سال 1326 خورشیدی شامل مکتب ابتدایی رخ پنجشیر گردید. با اینکه برخی دشواری‌ها او را از ادامه تحصیل رسمی باز داشت، پیگیرانه در فراگیری دانش‌های ادبی سعی و تلاش‌های متعدد نمود. 15 ساله بود که به شهر کابل آمد. او با دکان صحافی یکی از پرآوازه‌ترین شاعران آن زمان، یعنی صوفی اشعری، راه پیدا کرد. سپس با پیدا نمودن روابط با صوفی اشعری در جمع گروه کوچک شاعران پذیرفته شد. اما سال‌ها بعد، وقت اشعری 90 ساله می‌شود و در بستر مرگ می‌افتد، کار تمام خود را که فصلهای آخر آن به دلیل لرزش دستش به سختی خوانده می شد به وجودی می سپارد. وجودی 8 ماه هر روز پس از ساعات کاریش در کتابخانه عمومی روی آن کار می کند تا برای نشر آماده شود. وقت اشعار خود وجودی مورد توجه مردم قرار می گیرد، او مطمئن می شود تا گوشه خلوت خود در کتابخانه را حفظ کند. کار در کتابخانه مشغله دلخواه او بود، شغلی که به او فرصت و فضا می داد تا کارهای شاعرانه‌اش را ادامه و درآمد برای حمایت از همسر و پسرانش داشته باشد. ایدری وجودی از پیشگامان فرهنگ و ادب و از مولوی پژوهان و بیدلشناسان شهید افغانستان بود که تمام عمر گرانبهایش را صرف تحقیق و پژوهش کرد. ایدری وجودی از خردسالی به شعر و ادب و عرفان رو آورده بود و به تدریج در شاعری به پختگی گرایید. در شعر از مولوی و بیدل پیروی میکرد. عرفان و تصوف درون مایه شعرهایش هست. از نظر سبک شعر، ایدری وجودی یک شاعر کلاسیک سرای افغانستان هست. وجودی پژوهشگر، عارف بی‌آزار، دانشمند بی‌کینه و پاکدل بود که در طول زندگی فقیرانه خویش با عزت و افتخار زیست و آثار ارزشمند و گرانبهای به میراث گذاشت. وی تا آخرین روزهای حیاتش دست از قلم و قدم در راه تحقیق و پژوهش برنداشت. از وجودی 15 عنوان اثر تحت عناوین چون عشق، رهنمای پنجشیر، نقش امید، با لحظه های سبز بهار، سال در مدار نور، ساحه معرفت، سور سبز صدا، مقیاد تغزل، ارغوان، ربایات و دوبیتی ها، شکوه قامت و مقامت، غربت مهتاب، لحظه ها در آب و آتش، آوای کبود و آخرین اثرش دیوان ایدری وجودی به چاپ رسیده بود. وی همچنان مقالات در مورد ادبیات عرفان مولانا و بیدل نوشته است. از نوشته های پژوهشی ایدری وجودی میتوان با ترکیب های شیری در اشعار نظامی، گردآوری و تصحیح اشعار اشعری و گزیده غزل ها از واصل کابلی تا واصف باختری اشاره کرد. آثار چون کابل مادر، ندای جمهوریت و آینه تجلی هر کدام جایزه های نخست و دوم مطبوعات را برای ایدری به ارمغان آورده است. اما این مرد بزرگ مولوی شناس و آخرین شاعر متصوف کلاسیک افغانستان سرانجام نظر به مریضی که آید آلش گردیده بود، در سال 1399 به عمر 81 سالگی دایی اجل را لبیک و به ابدیت پیوست.